به نام او که فیض مهرش در قطره شبنم پیداست. رضا ابراهیمی هستم. دوستان گرامی، ارادتمند همه شما خوبان، یه مطلبی رو تقدیم حضورتون میخوام بکنم در رابطه با کتاب‌های باستانی. دوستان عزیز، یک سری کتاب‌هایی بین افراد داره دست به دست میشه تحت عنوان کتاب‌های قدیمی، کتاب‌های عتیقه، به صورت زرکوب، طلا نوشت، حالا با عنوان‌های مختلف کتاب‌های در رابطه با مثلا کتاب سلیمان نبی یا ستاره داوود یا داریوش یا کوروش. معمولاً اکثر این کتاب‌ها عبرانی هستند. خدمتون عرض بشه که این کتاب‌ها دست به دست بین افراد داره میچرخه. حکایت اینها چی هست؟ ما در طی روز معمولاً حداقل یک مورد رو داریم که من چنین کتابی رو دارم و کلیپ میفرستن، عکس میفرستن و به نوعی میخوان قیمت کتاب رو در بیارن و کتاب رو بفروشن. حکایت این کتاب ها رو من خدمتون عنوان میکنم، حواستون به این موارد باشه. این کتاب ها دوستان عزیز از مرز کردستان وارد ایران شده و چون نمیتونن بفروشن و به نوعی جعل هست، لذا هزینه تست کربن 14 هم بالا هست. یک سری موارد دیگه هم هست که اصلا کسی که این کاره باشه نگاه کنه به کتاب متوجه میشه که این کتاب جعله. لذا افراد تازه کار و افرادی که در یک منطقه کوچیک، مخصوصا روستاها یا شهر، دهستانها یا شهرهای کوچیک، اینها رو افرادی هستند که این کتاب ها دستشون هست و چون نمیتونن بفروشن این کتاب ها رو، میان چه کار میکنن؟ میان دوستان عزیز یک سری افراد معتمد در روستا رو پیدا میکنن، یعنی دهیاری، شورایی، یا خدمتون عرض بشه که یک سری افرادی که سالم هستن، افراد درست کار، اینها رو پیدا میکنن و به گوششون میخونن که این کتاب میتونه زندگیت رو عوض بکنه. لذا با توجه به مشکلات اقتصادی که معمولا در کشور ما هست، میان چه کار میکنن؟ این افراد میان به عنوان اینکه کتاب رو بتونن بفروشن و از قبل فروش این کتاب بتونن زندگیشون رو تأمین بکنن، این کتاب رو از طرف میگیرند و شروع میکنن در سایت های مختلف که من چنین کتابی رو دارم و به دنبال درآوردن قیمتش هستن. انتهای کار چی میشه؟ انتهای کار این میشه که فرض بر این که یک شخصی کتابی رو به شما دوست گرامی با همین عنوان تحویل میده، میگه این رو بفروش، شما هم انسان بسیار درستکاری هستی، در اون محیط به راستگویی مشهور هستی و روی هم رفته شخصی هستی که آزارت به کسی نرسیده. با توجه به موقعیت اجتماعی که شما دارید، این کتاب رو یک شخصی ناوارد، البته اگه وارد باشه هیچ وقت این کار رو نمی کنه، یه شخص ناآگاه، ناوارد، به طمع این که بتونه از قبل این مبلغی رو به جیب بزنه، میاد این کتاب رو از شما میخره. فرض برای اینکه این کتاب مثلا میاد 1,000,000 تومان از شما میخره، بعد این کتاب رو میخواد بفروشه 10,000,000 تومان، یا مثلا 100,000,000 تومان از شما میخره، میخواد بفروشه 1,000,000,000 تومان. اون آقایی که کتاب متعلق بهشون هست میاد پول رو از شما میگیره، وعده وعید میده و میره پی کارش. این وسط چی میشه؟ این وسط شما میمونید و اون شخصی که کتاب رو از شما خریده، بعد 2 روز، 3 روز، 5 روز اون شخص پیداش میشه و میگه که این کتاب جعل بود، زندگی من رفت و شما بایستی تمامی اون مبلغی که بابت فروش کتاب به این شخص دادید رو پس بدید. صاحب اصلی کتاب کجاست؟ بگرد پیداش کن. پس دوستان عزیز، اگر کاری رو نمیدونید و آگاهی در مورد اون کار ندارید، به هیچ عنوان وارد این موارد نشید. چرا؟ چون اگر دنبال چنین مواردی باشید، دنبال
به نوعی پولهای باد آورده باشید، اینها همشون همون جوری که باد میاره باد هم میبره. و علاوه بر این که مشکل اقتصادی شما مرتفع نشده، متاسفانه شما مغروز و بدهکار هم خواهید شد. امیدوارم که این مسئله به کارتون بیاد و کورکورانه با زبون بازی افراد خاص وارد این بازی ها نشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دست تک تک شما رو به گرمی می فشارم. متاسفانه به محض اینکه دوربین گرفتم دستم، این اطراف تا دلت بخواد ماشین وایستاده و دارن نگاه میکنن. نمیدونم والا چه حکایتیه. ممنونم، تشکر. دوستان گرامی حمایتمون بکنید با لایکتون و سابسکرایبتون. همین تراکتور 15 مرتبه از اینجا رد شد. مرسی. امضای خدا پای تمامی رویاهاتون. مهرتون جاوید و روزگارتون وصل امید. بدرود.